یکی نبود اون یکی بود، زیر گنبد کبود توی آبادی دور، یه زن و شوهر پیر، دست و دل باز و فقیر زندگی میکردن. بین چیزایی که تو دنیا نداشتن، دلشون بچه میخواست اما نداشتن. یه شب تو خواب یکی اومد به پیرزن گفت: یه نظری کاش میپختی، از خدا بچه میخواستی، آش میپختی. روز بعد پیرزنه یه دیگه گنده آورد و بار گذاشت، یه نخود از نخودای آش پرید بیرون از توی جاش. این ور اون ور میپرید، از همه بهتر میپرید. پیرزنه گفت: نه نه جا، کی هستی؟ مثل نخودی کی هستی؟ میمونم و اومدم تو آخرش بمونم، بچه میخواستیم میدونم، از این به بعد پسرتونم. ولی تو کوچولویی، نصف هسته هلویی، هرکی بره سر جاش، نخودی بره توی آش. نخودی نرفت و ایستاد، مؤدبم مباداد، یه چیزی گفت که جیکی در نیومد از هیچکی. خودم کوچیکم و دلم بزرگه، ندلی برگست ندلی برگه، من میدونم حق شما رو خورده، هایی میگه زندگی رو ببارده، جونم رو میخوام کم دست بگیرم، میرم که حقتون رو پس بگیرم. نخودی اینو گفت و بقچه سفرشو بست و راه افتاد. راه افتاد و توی راه جلوشو گرفت یه روباه. روباه گفت: کجا میری کوچولو؟ ببر برو تو گلو. نخودی نرفت و وایساد، محکم بهش جواب داد: خودم کوچیکم و دلم بزرگه، خودم رو میخوام، حاکم مادر زنم رو بود، خیلی ندیده پس آورد. نخودی بهش گفت: بیا برو تو دلم بیزدا. روباه رفت توی دل نخودی و نخودی راه افتاد، رفت و به رودخونه رسید. رودخونه تا نخودی رو دید گفت: کجا میدی کوچولو؟ کوچیکتر از آلبالو؟ از من نمیشه رچی، مگه شنا بلد چی؟ نخودی یه لحظه وایساد، محکم بهش جواب داد: دلم کوچیکم و دلم بزرگه، ندلی بردست ندلی غریه، جونم رو میخوام کف دست بگیرم، حقی که حاکم خورده پس بگیرم. رودخونه گفت: منم میام، منم حق خودم رو میخوام، حاکم با مردم لچ کرد، راهم رو بست و کچ کرد، پلایی که روم بود شکرد، جاش رو تنم هنوز هست. نخودی بهش گفت: بیا برو تو دلم بیزدا. رودخونه رفت توی دل نخودی و نخودی راه افتاد. نخودی قوی تر از پیش رفت و رسید به آتیش. آتیشه بهش گفت: کوچولو از من بترس مثل لولو. نخودی نترسید، ایستاد، محکم بهش جواب داد: آتیشه گفت: منم میام، منم حق خودم رو میخوام، گرسنه موندن مرد و زن چیزی ندارن بپزن،
حاکم ناجوان مرد اجاقشونو خاموش کرد، آتیشا رو برد تو مشعلش، اجاق خودشو تو منقلش. نخودی بهش گفت آتیشه رفت توی دل نخودی و نخودی را افتاد، رفت و رسید به حاکم. حاکم دزد و ظالم فریاد کشید: حاکم اومد نگاه کرد، سربازا رو صدا کرد. سربازا، هیچ آدمی اونجا نبود، اصلا چیزی پیدا نبود. نگاش که رو زمین رسید، تازه چشاش نخودی رو دید. اینو گفت: تو چی میگی فسقلی؟ زبون دراز قلقلی، یا بیا دستم و ببوس، یا میدم ات بخوره خلوس خلوس. بیا. نخودی بهش گفت: نمیام، جواب حرفامو میخوام. خروسو که حاکمو برد، روباهه خروسه رو خورد. حاکم یه لحظه جا خورد، بعد صداشو بالا برد: این نخوده دیپزه، زبونشم نیم گزه، زود یه آتیش بیاریم اونو تو آتیش بزنیم. آتیشو که حاکم آورد، رودخونه اونو برد. حاکم صبرش زر اومد، دادش دیگه در اومد. بندازینش تو زندون بدون آب و بینون. نخودی که رفت تو زندون، آتیش ازش زد بیرون، زندونه رو دود کرد، بدی رو نابود کرد. این بار حاکم کم آورد، از ترس دیگه داشت میمرد. گفت: آی نخودی چی میخوای؟ کبل کنی کوتاه بیای. نخودی واسه خودش هیچی نمیخواست، تو چشم حاکم نگاه کرد و سر راست گفت: حق مردم رو بده، زور نگو، خیلی بده. دختر حاکم همه چیزو میدید، نخودی قهرمان و ریزو میدید. گفت: آقا نخودی منو ببر از اینجا، منم میخوام بیام میون شما، من نمیخوام تو قصر حاکم باشم، گفت نخودی به حاکم: حاکم باش اما سالم، حرفای حق و گوش کن، ظلم و فراموش کن. حق دیگه نا حق نمیشه، قبوله؟ قبوله. دهن کسی لق نمیشه، قبوله؟ قبوله. کسی با کسی لط نمیشه، قبوله؟ قبوله. رودخونه ها کت نمیشه، قبوله؟ قبوله. این یکی هم قبوله. قولا فراموش نمیشه، بروی چک قبوله، دل کسی نمیشکنه، دخترت هم زنه منه. قولا باشون قبوله. قبوله. یعقوب شما بزرگوارین، من کوچیکتونم، من میفهمم شما چی میگی. من فقط دارم میگم که این کار برای بچه هاست، باید یکم تبلیغ بشه، نمیشه یه همینجوری جمعش کرد. باور کن حرفاتو میفهمم، ولی چی کار کنم سینا جا؟ اوضاع حالی که داری میبینی، تازه شب تعطیلیه، خدا وکیلی اگه جای من بودی با 6 نفر ادامه میدادی. نه من که خودم قبلا هم گفتم اصلا این ساعت خوبی نیست. اصلا کدوم پدر و مادری ساعت 9 شب بچه‌شو میره تئاتر عروسکی؟ الان بچه ها دارن خمیازه میکشن. وقتی میگم تو باغ نیستی بهت بر میخوره. همین بچه های محترمی که تو میگی الان یا دارن جمعه تماشا میکنن، یا گیم های جنگی بازی میکنن، یا دور از چشم پدر مادراشون دارن سیدی غیر مجاز میبینن. این شده که اینجا رو کوبیدم،
از توش دو تا سالن عروسی و عزا در آوردم، میسپارم به بچه‌ها که تو شبایی که جشن تولد و عروسیه کارتای اجرات رو بین مشتری‌ها تقسیم کنن. این کاری که سینا جان از من برمیاد. من میفهمم شما چی میگین آقای یعقوبی. شما تا سه هفته تمدیدش کنین، ما یه پوستر جدید بزنیم، چهار تا مدرسه دعوت کنیم، چهار تا مهد کودک. عزیزم خیلی هم که تبلیغ کنیم 6 نفر میشه 60 نفر، 60 نفر هم بشه 600 نفر. با این حقوق پرسنل و خرجایی که خود بهتر از من میدونی 20 نفر واسین تات دارن زحمت میکشن. شما گفتین تا جشنواره تمدیدش میکنن. اون موقع فکر میکردم لااقل بچهای مدرسه و مهد میان سراغم. تازه شریک من ولکن نیست، پشت سر هم زنگ میزنه آقا پولم نقده چرا نمیکوبی؟ جشنواره مشورم سرش نمیشه. چرا ویلو ها سالار. سلام چی آقا، ترسیدم. ترس که اول شجاعته. حالا بیا یه تفعلی به یکی از این بادکنک ها بزن که مثل کله بشر فقط توش بادن تا این حقیر فقیر بهت بگه چاره ترست چیه. برو عمو جان، برو برو، خدا روزی دو جای دیگه بده. من خودم هم حقیرم هم فقیرم، همینم مونده دیگه با باد هوا فال. کسی از شما روزی نخواست حقیر فقیر؟ گفتم شاید سلام مصلحت تو بخوای بدونی. سلام مصلحت. فال بادکنکی ندیده بودن؟ خیلی چیزا رو تا حالا ندیدی، اینم یکیش. فال بادکنکی فال خانوادگیه، فالش مال بزرگاست، بادکنکش مال کوچولو. شما هم که اینه ما حرفای قلوم به سلوم بمیزنیم. حالا یه دونه از این فالا بیمیم. چه رنگیشو میخوای؟ همین قرمز. از شما درد کو. اومدی؟ خسته نباشی. سلام. بده من. چیه؟ بده من اینو. اون که بده خودم میبرم. بلش کن خانم، دستت پره دیگه کلی جان. لباس کثیفاتو بیار تا ماشین رو روشن نکرده. حالا
اتفاقی که افتاده تا بعد میخوای ماتم بگیری؟ ماتم یعنی چی؟ یعنی همین که بابات گرفته. بابا شما چی گرفتی؟ بابا شما چی گرفتی؟ ماتم بابا ماتم یه مرضی که هنرمندا میگیرن. مثل اسهاله؟ ده وقتی آدم ماتم بگیره نمیتونه نمایش بده. چرا نتونه؟ مگه بابات خدای نکرده بی ارزه است؟ بابات توی کارش استاده. اگه نبود که من کار تئاتر رو ول نمیکردم زنشم. فقط به شرطی که قوی باشه، احساس حقارت نکنه. حقارت یعنی چی؟ یعنی همین حالت بابات، کوچیک شدن. بابا شما کوچیک شدی؟ نه که نشده. آدمی که زن و بچه داره حق نداره فکر کنه کوچیک شده. مگه نه باباش؟ تو هم یه چیزی بگو. ببین بابا جان، تو زندگی موقعی اتفاقاتی میدونم عزیزم، تو هم یه هنرمند حساسی، منم عاشق همین روح حساست شدم. خب بگنه کار تئاتر رو ولی نمی‌کردم که زنت شم. زنم چی؟ بله بخور غذا تو یخ کرد. میترسم این موقع بچه سوال داشته باشه، دهنم پر باشه، تو روحش تاثیر بد بذاره. بعدم میل ندارم. میل نداری که نداری، خالی میکنم تو قابلمه. اصلا تو میل نداری یا حوصله حرف حساب نداری؟ هم میل ندارم هم حوصله حرفایی که هیچ کمکی بهم نمیکنه. بازم فرار سینا، تا کی میخوای تا تخت به تو خونه خاله فرار کنی؟ فرار دیگه. اصلا تا وقتی همه تقا بخوره به تو قا. اصلا میدونی چیه؟ فردا خودم با یعقوبی حرف میزنم. نه. ببین گلی جان، این یه اتفاقی افتاده، من باید خودم حلش کنم. چیه؟ مرد سالاری درد میگیره کمکت کنم؟ مرد سالاری چی؟ این حرفا چیه میزنی؟ یعنی که مرد از زنه بهتر. کی گفته به شما این حرفا رو بزنی؟ اما وقتی به حرفش خوش نمیدن میگه تو هم این بابات مرد سالاری. قضا تو بخور سرد میشه، حرف میزنه. دبیل بگیر. مرد سالار نه مرد سالار. خودتون خودت یه کاری کن، بابام مرض ماتمش بهم بیاد. از اون احساس های حقارت حقارت همونی که مامانم میگه دیگه نداشته باشه، دیگه هم مرد سالات نباشه که مامانم قضاش رو دوباره بریزه تو قابلمه. یه خواهش دیگه هم دارم، همه بچه های 5 ساله رو برازشون برسون، اگر هم خیلی زیاده نوبت منو یه جورایی جورا بنداز. خب دیگه شب بخیر، میدونم که خیلی کار داری، تازه منم خوابم. بله. سلام ماما. سلام گلگلم. یاد ما کردی نصف شبی. خوبم آره؟ بابا چطوره؟ بابا تم خوبه. تو چطوری؟ نمایش سینا تعطیل شد ماما. بهتر. وقتش دیگه دنبال یه شغل آبرومند بگرده. به دایت میگم براش یه کاری تو شرکت جور کنه. تو شرکت داینادر. آخه مادر من، کار سینا چه ربطی به ایزوگام سقف داره؟ ربطش دیگه دایت خودش پیدا میکنه، بدو موتوری که میتونه بشه انشالله. دست بر ندارینا، بازم با این شوخیه بی موقع تو منو دیوونه کنی. والا تو اون موقع دیوونه شدی که رفتی سر کلاس آقا سینا نشستی یاد بگیری چجوری ادای خاله سوسکه در بیاری. بعدم که افتادی توی دیگه آقا میشه و خلا. باشه باشه مامان، کاری نداری؟ خیلی خب، حالا نمیخواد جوشی بشی. بگو ببینم سهراب چطوره؟ نظری بفهم پدرش بیکارها. برای بچه این سنی اینجور چیزا سنگینه. چشم خانم مدیر چشم. کاش یه ذره به فکر روحیه من و سینا بودی. روحیه مال سوسولاس جونم. انسان باید قوی باشه تا قانون خانوادهش زیرتی از هم نپاشه. تو که قوی تری تو کمکش کن. یک روز
گلی؟ 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 چیه؟ هنوز دلخوری؟ دلخور چیه؟ نبا کن چیو؟ کدوم خوش روی دادی؟ همون جایی که همیشه میدم دیگه. گشاد کرده لباسو خراب کرد. سینا شنیده بودیم لباس آب بره ولی گشاد شدنش رو من نشنیده بودم. شده دیگه عزیزم. گلی جان شده اینا نگاه کن. خب حالا وایسا یه دقیقه صاف وایسا بوز نکن برگرد. خب عزیزم اینا یه سایز بزرگ خریدی. این همون لباسی که ما با هم گرفتیم همین چند وقت پیش. اینونه؟ برو قرارت برو بیشم برو هست. چقدر خوش اخلاقی صبا. سلام بابا. سلام بابا صبح بخیر. قلبم گره جون. این برای چیه؟ خوبه. آره خوب شد؟ بله. داری میره کار پیدا کنی؟ آره بابا اگر نتونستی کار پیدا کنی میتونی از قلک هم بشت کنی. خب بعدش هم میتونی از بابا زیام هم بفروشی. به بابا جون هر کسی تو خونه یه مسئولیت داره. بابای خونه من باید بره بیرون کار کنه پول در بیاره بیاره تو خونه. مامان خونه باید تو خونه کار کنه باید پولو درست کنه غذا درست کنه بچه چه خب بزرگ شه بچه هم هیچ باید صبح تا شب تو خونه بازی کنه انقدر بازی کنه که گلوم بیافته رو تخت بخوابه. مثل ما تقریبا. چرا تقریبا؟ چون من و مامان داریم کار خودمون انجام میدیم. شما اون کار نمیکنه نا پول در نمیاری. تو مطمئنی 5 سالته؟ بله. صبحونه حاضره. برو صبحونه. این مادرش. چه روز گل و شادی امروز. مامان من رفتم خونه نیما بازی کنم. حرفشم نزن آقا پسر. ها آن چیه؟ خب بله میدونی امروز چند شنبه است؟ دوشنبه. یعنی چی؟ یعنی باید بری اتاقاتو مرتب کنی. آخه من دوشنبه جمع جور کردم. خب دوباره به همش ریختی. آخه من کار دارم. کار؟ بله خیلی. مثلا؟ بابام گفته کار من بازی کردنه کار خودشم. کار کردنه کار شما هم کارای خونه. این دیگه جای بحث نداره. همینی که من دارم میگم. گفتین چی گردونین؟ عروسک گردونم. اسمتون چیه؟ کوچیک شما سینا بزرگی. عروسک ها رو میبری میگردونین؟ چه چی بشه؟ نه شما دیدین مثلا با عروسک رو را میبریم یا عروسک فک میزنه. چه جاله. شما نمایش عروسکی ندیدین؟ والا من 4-5 سال تو این شرکت کار میکنم. اولین باره یا چیزایی دارم میشنم. مگه شما تهیه کننده نیستین؟ نه ما آبدارچی هم. بابا رفتم بیرون به من گفتم تلفن ها رو جواب بدم. چطور مگه؟ ایشتو ما پروژه‌ای کار میکنیم کسی رو هم استخدام نمیکنیم به عنوان عروسک گردون. شما تهیه کننده این؟ نه پس آبدارچی هم؟ نه ببخشید من اصلا نمیخواستم جسارت کنم. من کوچیک شما. من منظورم اینه که مگه شما فیلم برای بچه ها نمیسازید؟ یه موقعی میساختیم ولی بعدش که بزن و بکوب فیلم های بزرگتر ها بیشتر شد و فیلم های هندی و جنگی اومدن دیگه تعطیلش کردیم.
تازه بیشتر فیلمای حالام یه جور فیلم کودک هم منتها غیر عمد. برو ببینم چی کار میکنی. کجایی تو؟ من اینجا همینجا رو زمینم. من دیر روزک هستم از دست من در نرو با یارم نباشه. اومدم پیش تو، اومدم پیش تو. آقا رو باش چی میگه؟ من فکر میکردم کوکیه. اون به اندازه کافی در و داغون هست، من هم دلم نمیاد بهش سخت بگیرم. شما هم تو خدا فعلا به رو تو نیاریم. حالا نمیخواد خیلی هم لیلی به لالاش بذاری، اتفاقا بذار سرش به سنگ بخوره، شاید چرتش پارشه بره دنبال یه کار درست حسابی. سلام. 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 سلام زر جون. سلام سینا جان، احوال شما؟ خوبم خدا رو شکر. چیز حالا میگم بهت. چطوری بابا؟ خوبی؟ سلام شای. سلام سینا جان. چایی میخوری؟ چی شد؟ چه خبر؟ هیچی. خب این کار نشد، یه کار دیگه. سینا جان ول کن این تعلق خاطر به هانه رو. تعلق به خاطر یعنی چی؟ هیچی ماما. سینا جان اینجایی؟ بد خواب شدی نه؟ دلت شور نزنه، همه چی درست میشه. گلی چه؟ من آب رفتی؟ چیه؟ چی شد؟ من چرا دارم تموم میشه؟ گلی بلند، گلی یه فکر بکن. وایسه، وایسه. ای وای، آره 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 چی شده؟ گلی بگو.
سینا جان حالا چیزی نشده، بیا بیرون. ای وای سینا، سینا بیا بیرون. ها بیا بیرون. ها بیا بیرون بابا. چیه؟ نه در باز نکن. چیزی نشده. ببین چی به روز خودتو وای به خدایا. نکنه سرطان قلب گرفتی سینا؟ ها؟ سرطان قلب دیگه چیه؟ چه میدونم، آنها روزی 20 سال از قدش آب بره، خب یه مرضی داره حتما دیگه. گلی ببین من کلن 20 سال آب رفتم، کلن 20 سال. خب حالا بیا بیرون. آروم باش سینا. بیا بیرون، بیا بریم دکتر. چی؟ دکتر چی؟ نه من ما این شاید وضعیت نمیدونم برم سهراب. مگه ترس داره؟ نکنین کارا رو جلو سهراب. سینا ازت خواهش میکنم نکنین کارا رو. با من هیچ کدوم لباسام قدم نیست. بیا من چجوری بیام؟ بیا بیرون ببینم چه فکر میکنم. فکر از این بهتر نداشتی؟ این بود فکره، این بود. من چادر سرم کنم بیام بیرون. حالا به جون تو همسایه ها نایمدن، جلو بچه همه کار رو نکن. پاشو سینا. بیا تو کسی نایمده. ببین زهرا، من میرم به مامان زری، هیچی نمیگه تا برگردم. حرف زنی بچه ها. چی؟ عوض سلامته؟ سلام مامان زری. سلام عزیزم. این چه صدایی بود؟ صدایی نه، آره نبودم. ببین در چرا همچینه؟ این لولاش خراب شده، باید بدم سینا درست کنه. همه چیز این خونه داره میریزه، در، دیوار، پنجره. این که خدمتکار جدیده. چیزی در این باره به من نگفته بودی؟ میخواستم سورپریزتون کنم. کارگر که دیگه سورپریز نداره. تو هم حالا داره کجا میره؟ میره راه رو تمیز کنه. بهش بگو نرده آرام قشنگ دستمال بکشه. چشم. بابات کجاست؟ آقای بزرگی، من چند تا تصویر نشونتون میدم. خواهش میکنم اولین چیزی که به ذهنتون میرسه بفرمایید. نخود. سینا نخود. بازم نخود. کجاش نخود؟ گوشکوبه؟ فوبیه شما گوشکوبه عزیزم. فوبیه گوشکوبه. حالا تست دریافت موضوع. راجب این تصویری که میبینید یه قصه ای بسازید. نه گسترش دامنه یه فوبیا. شما به کسی که باش صمیمی هستید موقع سلام و احوال پرسی چی میگید؟ کوچیکتم. حالا فرض کنید که با یه نفر رو درواستی دارید، برای احوال پرسی چی میگی؟ کوچیک شما. کوچیک شما. حالا فرض کنیم که با همسرتون دعواتون شده، میخواید که باش آشتی کنید یا مثلا دل مادرزنتون رو به دست بیارید، چی میگید عزیزم؟ ببخشید آقای دکتر، ما هیچ وقت به اون شکل دعوا نکردیم. من از شما سوال کردم عزیزم. بیالوخ بگذاریم. جناب آقای بزرگی، تشخیص من اینه که شما دچار بیماری این فقیقیتی کمپلکس شدید. مفهومه؟ ببخشید چی هست؟ به زبان شما عروسک کارها یعنی دچار عارضه خود نخود بینی شدید. نه هیستریه، نه شیزوفرنی، یه اختلال روحی روانیه که ریشه در اعتماد به نفس آدم های خیال پرور و خیال پرداز داره.
درست مثل خود نخودم سه دسته میشن: زرد، سبز و فرنگی. یک دارویی براتون مینویسم که روزی سه بار بعد از غذا میل میکنید. به هیچ وجه هم نباید مورد تحقیر و سرزنش قرار بگیرید. تا حد ممکن از مقابل اماکنی یا مغازه‌های مثل سبزی فروشی و آبگوشت سرا، دیزی سرا و امثال هم رد نمیشید. به شدت پرهیز کنید از غذاهایی که در اونها نخود مصرف شده. بعد از 10 روز مراجعه میکنید. اگر که به وضعیت سابق برنگشته بودید من ببینمتون. متشکرم. لطفاً نخود بعدی، ببخشید، مریض بعدی. من میرم داروات بگیرم. بریزم فقط دیر نکن. بد جایی ما، جریمه مون نکنم. مگه ندیدی همین الان رفتم دکتر؟ ای آقا، آقا، جناب سرمان، جناب سرمان اجازه بدی من توضیح بدم. بجای عروسک بازی برو مامانو تو صدا کن ماشین رو از اینجا برداره، والا مجبور میشم برم پارکینگ. ها اما جون اینجا که جای ماشین پارک کردن نیستش که. مامان که ۱۳,۰۰۰ تومان خواب بودی مگه تو؟ اینجا سینا انگار دوباره تغییر شدم. ای بابا شما بیا برو تو اتاق تا صدات نکردم نیایی بیرون. خب خیلی خب، حالا ول کن اون بچه رو. چیزیت نشد که؟ قرصتو بخور آرومت میکنه. قرص بخورم گلی جان؟ به چه درد نمیخوره قرصت گلی؟ فکر کنم نتونم این زندگی رو اداره کنم. چه حرفی میزنی؟ اعضای خانواده مثل انگشتای دست میمونن، به هم قدرت میدن. فقط من انگشت کوچیکم. مهم اینه که هر 5 تامون با همین. 5 تا؟ مامانزاری بابا هوشنگ. من از فردا میرم سر کار. سر کار؟ کدوم کار؟ مامانزاری با دایی حرف زده، قرار شده برن تو شرکتشون برای بازاریابی. بازاریابی دیگه چیه؟ بازار که جاش معلومه، یابیدن نداره. با این قرد و قوارت هنوز شوخ طبیعه. حالا شما نمیخواد منو تشویق کنی عزیزم؟ همین نمونده من بمونم خونه، زنم بره بیرون دنبال کار. من از همون اولم گفتم کار بیرون مال مرده. من مثل بابا هوشنگ شما نیستم. مثل بابا هوشنگ شما زن ذلیل. همینی که گفتم دیگه هم حرف نباشه. چرا داد میزنی؟ پس بفرمایید با این شرایط با چی موافقی؟ شما همین مسئولیت خونه رو به عهده داشته باشین کافیه. که چی باشه؟ مسئولیت خونه، مسئولیت خونه است دیگه. همین تربیت این بچه. همین به جای بازاریابی بیرون، بازاریابی خونه. حساب دخل و خرج خونه. شوهرداری خانم، شوهرداری. بازاریابی. اصلا میدونی چیه؟ من زنم، ضعیفم، بنیه قبول این همه مسئولیت رو ندارم. تا اطلاع ثانوی هم این شغلای مهمو میدم به شما که قرار خونه بشینی. خودم هم میرم تو شرکت داییم یک کار معمولی انجام میدم، البته با حقوق و مزایا. مگر اینکه از رو نشه من رچی. گلی جان خیلی خودت خسته نکن. بریم بازی.
خب بپر یواش داره چی میوکی؟ خب بپر دیگه وای بابا چی شد؟ سلام مامان زری. سلام نوه گلم. بیا عزیز دلم دست شما در نکنه. تنهایی؟ نه بابام هست دستویه. گفتم حالا که مامانت رفت سر کار بیام پیش نوه گلم که تنها نباشه. به بچه بوهای خوبی هم میاد. نهار چی دارین؟ سیب زمینی با مکارونی. بابام پخته. بابات پخته. به بابات بگو بره پایین را پلا خریدایی که کردم برداره بیاره بالا. من خودم میرم. تو زورت نمیرسه. گفتم بگو بابات بره بیاره. من زورم میرسه. خدا رو چرا ریختن دور؟ با من نگفتم نخود نریزین تو این سالات. من نگفتم نریزین. سلام زری جون. شما کی اومدین؟ من فکرم سهرابه. چیه؟ بگی بشین ببینم نیم وجبی. وقته چیشم وقته؟ همین؟ آها یه چند روزی میشه. دکتر رفتی؟ بله رفتم. دکتر گفت مرض خود نخود بینی گرفت. خود نخود بینی؟ بی خود نیست بچم چند وقته پکره. نگو با یه شوهر نصف نیمه داره زجر میکشه. زجر کدومه؟ مگه من حرف نباشه. من تو نیم منم نیستی. من چرا توهین میکنین زری جون؟ گفتم حرف نباشه. اون موقع که یه سر گردن از دخترم بلندتر بودی اجازه ندادم حرف بزنی. حالا که قدت شده اندازه قد بچت زبون درازی میکنی. بابا نخودی. زری جون اصلا درست نیست اینجوری حرف میزنیم. بخیر هرچی نباشه من دامادتون داماد. که هستم که تو از اولم تیکه ما نبودی. تو جنزلیلی. جنزلیل جنزلیل چیه؟ میگم رفتم دکتر میگه عصبیه. این دکترام سر از هر مرضی در نمیارن میگن عصبیه. همه چی به جن مربوط میشه. تو جنت خورده شیشه داره. زده مادر زنی. خیال کردی اون عروسک های جادوگر که درست میکردی تو نمایشات نشون میدادی؟ فکر کردی نمیفهمم منظورت خب. چیه؟ بالاخره هنر باید یه خوردم از واقعیت سرچشمه بگیره دیگه. بله واقعیت. یه واقعیتی نشونت بدم نه. که هنر و هنر زرفی از سرت بپره. بابا ما عذیت نکنیم. ماما زری ببین جوره بچه چیکار میکنی؟ درست نیست دیگه. بفرمین کیک. بفرم
وای گلی نکنه من دارم، وای گلی نکنه من دارم. کش ای وای بازم، ای وای وای گلی، وای نه 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 چرا اینجا خوابیدی؟ ها؟ اصلا هیچ معلومه چته؟ من چمه یا تو که عقلت نمیرسه کجا باید بخوابی؟ چه لباس زورویی هم پوشیده؟ تو اصلا خودت میفهمی چی داری میگی؟ معلومه که میفهمم، مگه من مغزم مثل تو آب رفته؟ اصلا واسه چی نصف شب یک کار اومدی اینجا خوابیدی؟ خانومی که مخت سر جاش خشکی خشکم هست اصلا هم آب نرفته. بنده دیشب داشتم زیر کوله باری از عشق سرکار له می‌شدم. حرف سر هم نکن. شانس آوردی دیرم شده باید برم سر کار. سهرابم دارم میبرم پیش مامانم. تو هم لباس بپوش ببرمت. بهتره یکی مواظبت باشه. برو، من مواظبت نمیخوام. هر جور راحتی. ولی من سهرابو میبرم. لااقل اینجوری خیالم از اون جمع‌تره. برو. گلی. سهراب. حاضری؟ گلی، گلی جان، گلی من نمیام، من میخوام پیش بابام بمونم. الان میفهمم از دست ما آدم بزرگ چی میکشه. دیدی؟ جوابم هم نداد. وقتی که میگی میشه خودت میبینی میشه. سالا نمون زیر دست و پا، زودتر بلند شو بیا. من دیگه نمیتونم پدر مفیدی برای سهراب باشم، نه همسر قابل قبولی برای تو. لااقل تا وقتی که این وضع رو دارم بهتر منو نبینی. من بایستی برم،
بفهمم چرا باید میونه این همه آدم تو دنیا فقط من یکی با تأخیر چنون جسم و روحم کوچیک بشه که همه ببینن و سر به سرم بزنن. اگه خوب شدم اولین کاری که بکنم اینه که برگردم پیشتون، اگه نشدم مال دیگه هم هست. چی؟ ممکنه افتاده باشه تو توالت. بابام یه ماشینه. حالا تو مطمئنی انبارتون خوب گشتی؟ میگم نامه نوشته داره میره. آخه کدوم آدم عاقلی برای فرار نامه مینویسه بعد میره تو انبار خونه خودش؟ آدم عاقل. مامانم راست میگه. تازه من خودم هم انبار گشتم هم حیاتو. نبودن که نبودن. میخوای خبر بدیم به پلیس؟ خبر بدیم بگیم چی؟ بگیم دامادمون گم شده. اگه پرسیدن مشخصاتش چیه چی بگیم؟ بگیم قدش یه وجبه، هممونو نمیگیرن ببرن دارالمجانی، بعدم کافیه خبر برسه به مطبوعات و روزنامه ها و خبرنگارای داخلی و خارجی و عکسمونم چاپ کنن تو روزنامه، اون وقت شاگردای من ببینن آبرو و حیثیت 40 ساله من مدیر بازنشسته درجه 1 آموزش و پرورش زرتی دود بشه بره هوا.
تو هم یه چیزی بگو. دا سلامتی بابایی. بابا بگذارید یک بادی به کلش بخوره بینوا. سلام سالار. میدونستم من اینجا پیدات میکنم. چی؟ میگم میدونستم همینجا پیدات میکنم. من که گم نشده بودم. هر جا آسمون باشه و یه بادی من و این بادکنک ها هست. این دفعه چه رنگیشو میخواد؟ بابا عجب روی داری تو. ببین چه بلایی سر من آوردی. من اگه میتونستم کسی رو کوچیک یا بزرگ کنم که خودم انقدی نبودم سالار. ببین گوش کن به من چی میگم. من اصلا کاری به کار تو ندارم. من زندگیم و زنم و بچه همه چیم به هم ریخته. من نمیدونم تو میخوای چیکار کنی. من نمیتونم اینجوری زندگی کنم. منو برگردون اینه همون قبلم بابا. ببین اگه این کار نکنی یک بلایی به سر در میاد. وگرنه اگه آی خوشم اومد. خوشم اومد. رسیدی ته خط، هنوز داری شاخوشونه میکشی. یعنی چی؟ آخر خط یعنی چی؟ حول نکن سالار، اون دو مسقال گوشتت هم آب میشه. منظورم ته خط سفر زمینیته. بعضی از آدم ها، بعضی از مواقع ادامه مسیر رو هوایی میرن. یعنی منظورت اینه من باید برم به اون عالم هپروتی که تو ازش اومدی؟ نه سالار، اون عالم آدم تلخ و بلا تکلیف رو که را نمیدن. ویزای معرفت میخواد اونجا. ببین تو کی؟ از کجا اومدی؟ چی میخوای؟ فکر کن یکی از اون عروسکات که رو صحنه راه درست رو به مردم نشون میدن. خب خیلی خوب، الان راه من از کدوم بره؟ بپرس برای رسیدن به چی یا به کی. ای بابا خب بگو، خودت بگو دیگه. بگو. من که ازت پرسیدم چه رنگی رو میخوای. چه فرقی میکنه بابا؟ اینه که همه شون توش باده. اگه همین دیگه، توفیر باد و با باد نمیدونی. مثلا باد بهاری با باد پاییزی، با باد سبا، با باد کله، با باد قبقب، با باد گلو، با باد شکم، با باد فتخ، هیچ توفیری با هم دیگه ندارن؟ بده همون بنفشه رو بده. آه بنفش. خالت میگه جواب تو جعبه سبز، جعبه سبزم توی آسمون. خیلی خوبه. یعنی من باید بال در بیارم برم تو آسمون. ای بشر که اگه اندازه یه خیارم بشی باز زبونت اندازه مناره. تقصیر منه. میدونی چیه؟ کسی که باد میفروشه تکلیفش روشنه دیگه. منو بگو وایسم دارم با تو حرف میزنم. اصلا تقصیر منه که اومدم. برو به سلامت. این داره میره بالا. چرا اینجوری شد؟ بابام هی کوچیک شد و کوچیک شد تا تموم شد. از زخت رفته همه چی به هم ریخته. مامان که همش گریه میکنه. سباشه که من که اصلا حوصله بازی کردن ندارم. مامان میگه بابا رفته بزرگ شه برگرده. خدا جون خودت کمکش کن. دلم روزش تنگ شده. چه از سمه بزرگتر باشه، چه از سمه کوچکتر.
خیلی دوستش. وای وایسا از کجا میشناسی؟ از همون جایی که تو هم بر منو بشناسی دیگه. از کجا؟ یعنی واقعا منو نشناختی؟ ببینم یعنی با هم اینقدر خوش واسه بچه ها نمایش میده؟ اما نیکی نمیفهمم یعنی چی که یه بچه قد نخود اگه دلش بزرگ باشه میتونه خیلی کارا بکنه. نخودی؟ نخودی واقعی؟ مگه نخودی هم تقلبش اومده؟ ببینم این چینی ها بالاخره ما رو ساخته. تو من آورد اینجا؟ که چیکار کنی؟ آه ببین میشه من رو کنی قد خودم؟ مگه الان قد کی؟ قد تو. البته تقریبا قد تو. میدونی چیه؟ من دارم چیک میشم، میترسم اگه همینجوری پیش بره من از تو هم کوچکتر شم. چرا میخندی؟ خیلی از کوچک شدنت ناراحتی؟ نباید باشم؟ آدم تو کیف زنش و تو جیب بچهش جاشه خوبه؟ نه. آه؟ معلومه که نه. برای هموم کردن بره تو قابلمه خوبه؟ من این اواخر لباسای عروسک بچه ها میپوشم. واقعا خوبه؟ هیچ کدوم اینا خوب نیست، ولی از اینا بدتر اینه که آدم کارشو کوچیک ببینه، خودشو کوچیک ببینه. صدها سال پیش وقتی من از توی دیگه آش نمجونم بیرون پریدم و شدم پسره، هیچی نفهم که وقتی میگم خودم کوچیکم و دلم بزرگه یعنی چی. بعد این همه سال انگار تو هم که این همه سواد داری و از اهل عالم اکشنم هستی نمیفهمی. من اگه موجود بزرگی نبودم که این همه
سال آدم بزرگا از من مراقبت نمی کردن تا به بچه هاشون نشونم بدن. افتاد؟ چی افتاد؟ دو زدی. تو سری خب حالا تصمیمت بگیر، میخواد خودت بزرشی یا دلت سینا؟ ها بگو. همون تحقیقت نشون میده که خودمونی. حالا به احترام سالها کار بسی بچه ها کمکت میکنم تا روزت برآورده بشه. اول بیا در این چادر رو بخون. چرا معطلی؟ ده پس چرا معطلی؟ در چادر رو بخون. از آقای سینا بزرگی و همکارانشون دعوت میکنیم تا به روی صحنه تشریف بیارن. سینا بزرگی، کارگردان نمایش نخودی، برنده جایزه اول جشنواره بین المللی نمایش عروسکی برای کودکان و نوجوانان. تشریف بفرمایید.